سلام، سلام به شما عزیزان. جمشید چالنگی هستم و این بار امشب در برنامه تفسیر خبر از لندن، استودیوی تفسیر خبر ایران فردا در لندن با شما عزیزان خواهم بود. با میهمانان دوشنبه شبهای تفسیر خبر در انگلستان آقای دکتر رضا تقی‌زاده و در آمریکا در نیویورک آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی هستیم در ساعت پیش رو. بررسی میکنیم آنچه را در عرصه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی میگذرد بر محور مسائل نفتی. اظهار نظر مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه. آنچه که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در باره مذاکرات اتمی گفته است، این خبر در خبرگزاری ها منتشر شده تو هم با این برداشت که آیت الله علی خامنه ای نسبت به مذاکرات اتمی خوشبین نیست. علی‌رغم این موضوع، مذاکرات اتمی قرار است به زودی به طور جدیتری از سر گرفته شود. آقای ظریف وزیر خارجه حکومت ایران در همین ارتباط وارد اروپا شده است. آن سوتر در عرصه داخلی برخی از صاحب نظران از جمله آقای صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران میگوید جمهوری اسلامی به واسطه سیاست غرب ستیزی خود به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی دچار خواهد شد و در عرصه های دیگر نیز در ارتباط با مسائل نفتی و اقتصادی و برنامه هسته جمهوری اسلامی خبرهای دیگری است که در طول برنامه با میهمانان عزیز مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. تا لحظاتی دیگر. در آغاز این خبر تأسف انگیز رو من بگم خدمت شما که آقای منصور کوشان نمایشنامه نویس، نویسنده، روزنامه نگار ایرانی در سن 65 سالگی درگذشت در نروژ. صاحب آثار متعددی است، نقدهای متعددی است و آقای کوشان فعالیت بیش از 4 دهه در عرصه های فرهنگی داشته. این درگذشت منصور کوشان گرامی رو، عزیز رو، به جامعه نویسندگان و اهل هنر ایران تفسیر خبر تسلیت میکنم. از طرف خودم، همکارانم در تفسیر خبر و همینطور در ایران فرد، امیدوارم غم آخر جامعه نویسندگان و هنرمندان ایرانی باشه. پس از این مقدمه به نیویورک میریم، سلام میگیم و خوش آمد میگیم به شما آقای دکتر امیر احمدی عزیز. سلام کنم، بفرمایید. سلام عرض کردم، خیلی متشکرم. سلام برای بینندگان عزیزتون، برای شما آقای تقی‌زاده و همکاراتون. آقای امیر احمدی، آیت الله خامنه ای صحبت هایی که ایشون کرده درباره برنامه اتمی باز این زمینه رو به وجود آورده که به عنوان بدبینی نسبت به نتیجه رسیدن این مذاکرات تلقی بشه. حالا. چرا باید بدبین باشن یا چرا باید خوشبین باشن یا چرا این موزه که دو پهلو تفسیر شده؟ نه، دو پهلو نیست. ایشون از همون اولش هم بدبین بود. حقیقتش اینه، به حال آدم واقعیت باید بگه، ایشون هیچ وقت نسبت به جریان این مذاکرات خوشبین نبوده. اصولا ایشون هر چیزی که
به رابطه ایران و امریکا برمیگرده بدبینه. بارها و بارها به رؤسای جمهورش اجازه داده با امریکا وارد صحنه بشن و در همه این موارد هم به اینا گفته من خوشبین نیستم، ولی خب برید جلو. و بعدم صحیح حرفش صحیح از آب در اومده، با آقای هاشمی رفسنجانی بهش اجازه داد با جورج بوش وارد یک میدونی بشه سر گروگانها در لبنان و جاهای دیگه و سر یه قرارداد با کنوکو و کمپانی نفتی امریکا که باز امریکایی‌ها به اصطلاح دبه در آوردن. بعد به آقای خاتمی رو برده میدون کرد و خیلی هم خیلی جلو رفت آقای خاتمی، حتی سر افغانستان خیلی جلوتر از این حرفا رفت، بازم نشد. ایران تای خطش محور شرارت شد. بعد سر آقای احمدی نژاد بهش اجازه داد نامه بنویسه، نمیدونم درخواست‌های مختلف مثل پروازهای هواپیما و اینا بکنه، بازم نشد، حتی جواب نامه هاشو ندادن. و این آخری آقای روحانی خب خیلی جلوتر از اونا رفته، بیش از اندازه جلو رفته و من میدونم که حتما بدون اجازه آقای خامنه ای نبوده. و از طرف دیگه وضعیت کشور هم خب خیلی بد بود این بار، یعنی ایشون آقای خمینی بین ایدئولوژی امریکا ستیزی خودش و این واقعیت جامعه ایران، واقعیت اقتصادی مخصوصا و همچنین سیاسی مونده بود که چه کار باید بکنه و بالاخره تصمیم گرفت که فعلا راه خارج رو باز کنه و یه تنش رو پایین بیاره، بله، به این امید که ازش چیزی براش به دست بیاد. خب این قرارداد ژنو چیز زیادی رو داد و چیز کمی گرفت، ولی در تحلیل نهایی فعلا حداقل در این مقطع چیزی رو که واقعا تفاوت اساسی توی جامعه ایران کرده باشه رو نصیب جمهوری اسلامی نکرد. از طرف دیگه هم احتمال زیادی میره که در مذاکرات بعدی امریکایی‌ها خواست‌های زیادی رو رومیز بذارن، خواست‌های بیش از حد و بیش از اون اندازه‌ای رو که جمهوری اسلامی هرگز آماده بوده بده. و بنابراین این احتمال وجود داره که این مذاکرات شکست بخوره. آقای خامنه‌ای هم الان داره اون پیشبینی رو میکنه که امریکایی‌ها به هر حال به عنوان یک کشور زیاده خواه به سرعت وارد میدون خواهند شد در آینده نزدیک و این مذاکرات به شکست کشیده خواهد شد و خودش رو میخواد تا جایی که ممکنه از این مخمصه دور نگه داره. یعنی اگر هم این مذاکرات شکست خورد به اسم آقای خامنه ای نوشته نشه. این واقعیتیه که وجود داره الان و آقای خامنه ای همیشه سعی کرده در تحلیل نهایی خودش رو حفظ کنه. بله. خب آقای به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای دکتر رضا تقی‌زاده. سلام به شما آقای چارلنگی، سلام به آقای دکتر امیر احمدی و خوشحال از حضور دوباره در برنامه. ساعت پیش آقای ظریف وارد ژنو شده مذاکرات، خب میدونیم برای بینندگان من میگم روز سه شنبه آغاز میشه، قبل از اون در مجلس حمله شده با آقای ظریف که یک هیئت کره شمالی قرار بود وارد تهران بشه به توصیه آمریکا و پذیرفتن ظریف، اونطور که یکی از نمایندگان مجلس گفته به عنوان سردار قدوسی، نپذیرفته. آقای ظریف این سفر کره ای‌ها رو به تهران لغو کرده، خیلی اظهار امیدواری کرده. آیت الله خامنه ای خودش بارها گفته که اشاراتی کرده اطرافیان ایشون که نباید تضییع کنند تیم مذاکره کننده رو، اما همزمان با ورود آقای ظریف به ژنو حرف آقای خامنه ای است که زیاد امیدوار نیستن، پس چرا به ژنو رفتن و آیا این بی‌اعتمادی یک سویه است از طرف تهران است یا غرب؟ پنج به اضافه یک به خصوص واشنگتن هم میتونه بی اعتماد باشه و دلایلی دارن هر دو طرف یا ندارن، کدوم
درست تر. بگذارید آقای چارلنگی، من موضوع رو از طرح سوال اول از شما بگیرم و به پرسش شما در بخش انتهایی این بحث پاسخ بدم. ممنون. من سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو متأثر از اخلاق سیاسی و فرهنگ سیاسی حکومت نمی‌بینم، اخلاقی که مدعی اون هست. سیاست خارجی جمهوری اسلامی متأثر از عملگرایی است و هر کجا مساله حکومت ایجاب بکنه، حتی از داخل شدن در گفتگو و مصالحه با شیطان هم پرهیزی ندارد. ما در جریان جنگ با عراق شاهد بودیم که آقای مکفارلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا همراه سرگرد الیور نورث وارد تهران شد در فرودگاه و اون قصه قرآن معروف رو همه به یاد داریم که موضوع این سفر کمک به ایران برای ادامه جنگ با عراق بود. من این مذاکرات در تمام زمینه‌ها در سطوح پایین یا بالا در طول 34 سال گذشته ادامه داشته. حتی پیش از به روی کار آمدن جمهوری اسلامی شواهد متعدد تاریخی وجود داره از ارتباطات انقلابی ها، از دستگاه نزدیک با آقای خمینی، از آقای یزدی تا بهشتی گرفته با مسئولین آمریکایی که آقای گریسیگ یکی از اونها بود. این وضعیت رو در دوره کنونی و در طول 21 سال رهبری آقای خامنه‌ای هم ما شاهد بودیم. مسئله این نیست که آقای خامنه‌ای به گفتگوها خوشبینه یا بدبینه، مسئله رژیم رو در این می‌بینه که در این مقطع برای عبور از این بحران اقتصادی با آمریکا وارد مصالحه بشه و پیشگیری بکنه از تصویب تحریم‌های تندتر که ایران رو محروم می‌کرد از درآمد صادرات نفت و به هر حال اقتصاد بیمار ایران رو در شرف سقوط قرار می‌داد. این توافقی است که خامنه‌ای در درون حاکمیت به اون تن داده و دولت رو مأمور انجام اون کرده، ولی در ظاهر به هر حال نزد افکار عمومی آقای خامنه‌ای همیشه تلاش می‌کنه تصویر دیگری از حکومت جمهوری اسلامی و عقیده‌گرایی و اخلاق سیاسی اون ترسیم بکنه. به این علت برای حفظ اون صورت که به هر حال مردم گوشش نمیخورن، همیشه اظهاراتی میکنه در عیان که متضاد و مخالفه با اون چیزی که در پنهان توافق کرده. در ارتباط با آمریکا این قضیه وجود داره. مسئله این نیست که آقای خامنه‌ای بدبینه یا خوشبینه با آمریکا. قطعا آقای خامنه‌ای نسبت به مناسبات با آمریکا بدبینه و نگرانی خامنه‌ای و سپاه و اصولگرایان این است که اگر ارتباط با آمریکا متعارفی باشه، سفارت آمریکا وسیله‌ای باشه برای ارتباط برقرار کردن با عوامل درون حاکمیت که بتونن زمانی برای رژیم خطرساز بشن. همین اندکی پیش مسئولین سپاه اشاره میکردن که اگر ما با آمریکا ارتباط می‌داشتیم، وضعیت امروز ما شاید شبیه وضعیتی میشد که برای رژیم مبارک پیش آمد و حتی از عنوان کردن این مسئله هم پرهیز نداره. این ترسی است که آقای خامنه‌ای از نزدیکی با غرب بخصوص آمریکا داره، ولی زمانی که مساله حاکمیت ایجاب میکنه از داخل شدن در مذاکرات و توافق موضوعی و محدود با آمریکا اصلا ابایی نداره و در مورد مذاکراتی که آقای ظریف هدایت اون رو ظاهراً به عهده گرفته، قطعا پشتیبانی آقای خامنه‌ای قبلا تضمین شده بود. آیت الله خامنه‌ای، رهبران جمهوری اسلامی ایران نگران باز شدن سفارت آمریکا هستند و نگران اینکه در نهایت این اقدام به سرنوشتی شبیه مبارک برای رهبران جمهوری اسلامی عرض کنم خدمتتون منتهی بشه، هر بخشی از سخن آقای تقی‌زاده. و از طرف دیگه می‌بینیم که آقای حسن روحانی مورد انتقاد ارگان‌های سپاه پاسداران قرار گرفته، روزنامه‌های وابسته به سپاه پاسداران. به نظر میرسه آقای امیر احمدی اساسا یک سیاست دوگانه‌ای در برابر غرب به ویژه آمریکا وجود داره در مجموعه حکومت ایران، تا چه اندازه این برداشت به واقعیت نزدیک است؟ بله، عرض کنم که ببین در ایران ما در دو سطح سیاست خارجی داریم، در سطح نظام و در سطح حکومت. سطح نظام یعنی سطح رهبری، سپاه پاسدارا، امنیت، سازمان های وابسته به اون، و در سطح حکومت منظورم آقای مثلا الان آقای روحانی، آقای ظریف
وزارت امور خارجه و اینا. سطح نظام سطح انقلابه، سطح حکومت سطح عمله. این دو تا سطح همیشه با هم مغایرت داشتن در سیاست خارجی. سطح عمل، سطح حکومت همیشه میخواد که وضعیت بهتری باشه، تنش کمتر باشه، عرض برای این که باید به مردم غذا بده، برای مردم باید کار ایجاد کنه، باید راه بسازه، باید زندگی مردم برسه. در حالی که در سطح انقلاب مشکل ایدئولوژی اسلام، یک جهانبینی وسیع، عرض کن رهبری جهان اسلام، مستضعفین دنیا، نمیدونم فلسطین اونجا میاد، حزب الله اونجا میاد، سوریه میاد اونجا و از این حرفا. این دو سطح دو تا سطح کاملا متفاوتن و ما متاسفانه در تجزیه تحلیلامون این دوتا رو با هم قاطی میکنیم. خب چرا متفاوت هستن؟ اگر محور منافع و مسائل ملی و کشور باشه، آیا نباید این دو با هم منطبق باشه آیا دکتر امیرعمدی؟ ببینید، مسائل ملی رو میتونید شما در سطح حکومت ببینید، ولی در سطح نظام نمیتونید. در سطح نظام منافع انقلابه. ببینید، ایران یه انقلاب شده، انقلاب ویژگی‌های خودش رو داره. هر انقلابی، رهبرای انقلابی انقلابی‌ان. اونا به یک اصولی اعتقاد دارن، به یه ارزش‌های اعتقاد دارن. اونا مثلا توی ایران انقلاب هدف، یکی از هدف‌های اصلیش مبارزه با استکبار بوده، با امریکا بوده. و بنابراین این همینجور میمونه. حالا دیگه بحثی نیست که درستی یا غلطه، اون واقعیت اونه. در سطح انقلاب شما یه مسائلی دارید خیلی پیچیده تر و مشکل زاتر، که مخصوصا در ایران که انقلاب ایران با اسلام هم به اصطلاح مخلوط شده و مشکل رو دو برابر کرده، یعنی رادیکال تر شده اون جریان، رادیکال تره. به هر حال شما تو ایران الان کشور رو فقط آقای روحانی نمیگردونه، امام جمعه ها میگردونن، مساجد میگردونن، قم میگردونه، مجلس خبرگان هست، مجلس شورای مصلحت نظام هست، رهبری هست، اینان. یعنی خب بعد میبینی استاندار و فرماندار و اینان، ولی استاندار و فرماندار و اینا رو وقتی که میری تو شهرستان ها و استان ها میبینی اینا عملا زیر دست های امام جمعه ها و اینا هستن. میخوام بگم که بعدم سپاه هست و غیره. یعنی جریان خیلی وسیع تر از اینه، اینا رو باید دید. این ویژگی جمهوری اسلامیه، یعنی یه چیزی اینجوریه. اما حالا نکته دومی که میخوام بگم اینه که ببین، نظام همیشه سیاستش در قبال امریکا این بوده. اولا حکومت معمولا سیاستش در قبال امریکا تنش‌زدایی بوده، حکومت. اما نظام سیاستش در قبال امریکا نه صلح و نه جنگ بوده. یعنی یه حالتی که وقتی که مثلا هر موقع بین ایران و امریکا یه مقدار تنش زیاد شده، حکومت واداده، نظام باش رفته جلو، قبول کرده. اما وقتی که حکومت یه ذره میره بیشتر تا جایی که ممکنه به مصالحه برسه، نظام کنار میزنه. یعنی منظور شما از حکومت دولت هست منظور نیست؟ بله. بعد دولت میره جلو تنش زدایی بکنه، اگه بس خیلی بد باشه به طرف جنگ داره وضعیت میره، نظام هم باش میره، اما تو یه جای میره. بعد وقتی که نظام دید که حکومت داره زیادتر از حدی که لازمه میره، میکشه کنار و خودشو به طرف تنش میبره. و برابری چه کار میکنه؟ برابری یه وضعیت همیشه نه جنگ و نه صلح رو حفظ میکنه نظام. نظام همیشه در راه میبینید سیاست جمهوری اسلامی با ایران، با امریکا در 4 سال گذشته حفظ وضعیت نجنگ و نسل بوده. بله، همین نکته رو در بین میذاریم با آقای تغیزاده. با اشاره به این که یه آقای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایشون حرفی رو زده. شوروی هم در 1917 اکتبر 1917 خوب انقلاب کرد. پیامدهای انقلاب شوروی بسیار مفصل است. سرانجام هم سقوط کرد به عنوان یک نظام ایدئولوژیک و یکی از دو ابرقدرت جهان در زمان خودش برای چندین دهه، بیش از نیم قرن، حدود نیم قرن. آقای زیبا کلام پیش بینی کرده، پیش بینی نه به عنوان پیشگویی فالگیرانه، نه
صحبت مفصلی کرده و معتقد هست که به هر حال این نظام، نظام ایران هم به گفته آقای زیبا کلام سرنوشت شوروی دچار خواهد شد. اما نظام و دولت، نظام و آنچه که آقای دکتر امیر احمدی گفت، آقای تغیزاده گرامی، عذر میخوام جناب تغیزاده عزیز، از کجا از هم جدا میشن؟ آیا یکی نیستن؟ در بطن هم نیستن؟ چطور میشه آقای حسن روحانی رو به عنوان از کجا جدا میشه که به دنبال مسائل ملی میره، اما نظام در کلش همچنان انقلابی ادامه میده و جلو میره؟ حال اون که میبینیم رهبران تمام دولت ها در جمهوری اسلامی گفتن ما هدف اصلیمون اونجایی که رسیدن ما حفظ نظام هست، و حتی آقای خاتمی و بقیه. من این استدلال رو آقای چالنگی نمیتونم بپذیرم که حکومت و دولت در اتخاذ سیاست ها و اجرای سیاست ها حتی در مقابل آمریکا دوگانه عمل میکنن. شما به درستی موضوع دولت و حکومت رو از هم جدا کردید. حکومت همین حاکمیته و دولت بخشی از حاکمیت، قوه قضایی هست، نهادهایی هستند که کارهای امنیتی انجام میدن و اینها دستورهای حکومت رو عمل میکنن و گاهی عوامل دولت رو هم به بند میکشن، چنان که نمونه عوامل دولت گذشته همچنان همین حالا که ما با هم صحبت میکنیم در اسارت دولت فعلی هستن، در اسارت دولت قبلی هم بودن. 8 سال دولت احمدی نژاد طابق و نعل به نعل سیاستهایی رو اعمال میکرد که مجموعه حاکمیت با اون از در همراهی در آمده بود، باهاش توافق داشت. ما چطور میتونیم بگیم که دولت احمدی نژاد مصالح ملی رو رعایت میکرد و دولت روحانی هم مصالح ملی رو رعایت میکنه و این هر دو از حکومت حسابشون جداست و باید اون رو جدا نگه داشت؟ اون چی که در خلوت عوامل حاکمیت میگن مسائل درون گروهی اونهاست که با عملکرد دولت، عملکرد حاکمیت به هر حال دو تاست. هر موقع احساس بضاعت و قدرت میکردن یا امکانی داشتن واقعا در جهتی همراه و متحد عمل کردن. در عراق اینطور بوده، در سوریه اینطور بوده، در افغانستان اینطور بوده، در ارتباط با اون چیزهایی که دشمن خودشون معرفی میکنن یعنی آمریکا هم همینطور بوده. در مورد اسرائیل نه دولت نه حاکمیت هیچ کدوم قادر به گشودن باب تازه‌ای، در تازه‌ای نبودن. اگرچه دولت روحانی برای اولین بار یکی از وزراش در جلسه گفتگوی یک وزیر اسرائیلی هم یک ماه قبل در ابوظبی نشست، کنفرانسی مربوط به انرژی بود، که این به هر حال نشون داد اگر که قرار باشد با کسانی سازش بکنن موشک‌های تای اسرائیلی رو دریافت می‌کنن برای جنگ و در کنار وزرای اسرائیلی هم در کنفرانس انرژی می‌نشینند، ولی همزمان به ورزشکارای ایران اجازه نمیدن که با ورزشکارای اسرائیلی در میادین ورزشی مسابقه بدن. این سالوسی رژیمه. در مورد آمریکا طبیعتاً تصمیم گیر نهایی مجموعه حاکمیتی که دولت بخشی از اونه و یقیناً آقای خامنه ای هم به اون مهر تایید میذاره. همین آقای خامنه ای است که به عنوان سخنگوی حاکمیت میگه من از دولت احمدی نژاد حمایت میکنم و نظرهای من به او و عملکرد دولتش نزدیکتر تا نظرهای من به رفسنجانی. ولی زمانی که بین دو تا شاخه قدرت یعنی رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی رقابت در میگیره، خب آقای رهبری که دست بالاتری داره در حاکمیت، احمدی نژاد رو با فضاحت از گردونه قدرت خارج میکنه، باقی مانده جای پای اون رو هم از حاکمیت پاک میکنه و اجازه برگشتن عوامل اون رو به دولت نمیده و تیم دولت رو واگذار میکنه به یک شاخه دیگه قدرت. این معنیش این نیست که واقعا حاکمیت یک سیاست خارجی انقلابی داره و یک سیاست خارجی عملگرا که دولت مأمور اعمال اون است. نه، این حاکمیتی که با سالوسی هر کجا مصالحش ایجاب کرد پنهانی عملگرا میشه و با حتی دشمنان معرفی شدهش از در گفتگو و معامله در میاد و هر جا احساس قدرت کرد به این توافق ها پشت میکنه و باز بر میگرده به جایی که مساله خودش باید تامین بشه. این مجموعه حاکمیت که آقای ظریف و آقای روحانی هم بخشی از اون هستن به آمریکا یقینا اعتماد نمی کنن. ماموریت کنونیشون هم در جهت عبور از بحرانه. حتی آدم هایی مثل ظریف که در نیویورک حلقه خاص خودشون دارن و معروف میشن به عبور کننده از
بحران یا بخشی از لابی جمهوری اسلامی قبل از به دست گرفتن منصب وزارت خارجه، اونها هم به عنوان نماینده و سخنگوی جمهوری اسلامی وارد گفتگو عمل میشن، اونها هم به آمریکا دید بی اعتنایی دارن، اونها هم نگران هستند که در صورت عادی شدن مناسبات ممکنه خطرهای مجموعه حاکمیت رو مورد تهدید قرار بده. بله، نگاهشون به این مناسبات نگاه متعادل تری است. خب آقای امیر احمدی، شن صحبت های آقای طرزاده رو، حکومت یک پارچه است، رهبری حکومت و به آقای خامنه ای ختم میشه، بر اساس مساله موازی رو اتخاذ میکنن و دولت بخشی از این حکومت هست و تصمیم گیرنده عمده آقای خامنه است و همه اینها معالن بازی ها یا ترفند ها یا سیاست هایی هست مثل هر حکومت دیگه که برای خودش سیاست داره برای حفظ نظام. تفسیر شما رو میشنم. از این که آقای خامنه تصمیم گیرنده نهایی که ما درش حرفی نداریم، بحث این نبود، بحث این بود که از نظر روش شناسی متدولوژی آدم برای اینکه بتونه رفتارهای جمهوری اسلامی را، این تناقضاتی که در حکومت ما میبینیم در سیاست خارجیشو، بتونه آدم شفافتر و روشنتر توضیح بده، به نظر من بهتره بین حاکمیت به دولت تفاوت قائل بشه. این تفاوت بین دولت و حاکمیت در امریکا هم هست، دولت آقای اوباماست، حاکمیت مجموعه ای از کنگره امریکا، دولت امریکا، ارتش امریکا، قوه قضاییه امریکا و غیره است. حالا اجازه بفرمایید، چون حرف آقای تقی‌زاده شاید روشن من توضیح نداده باشم، حرف آقای تقی‌زاده این هستش که این چکت متفاوت به نظر میاد. آقای تقی‌زاده حرف من اگر اشتباه تفسیر میکنم شما بفرمایید. اون چه که به نظر میاد تفاوت هست، تفاوتی نیست، اون سیاست خود آقای خامنه ایش که در دو شاخه عمل میکنه بر حسب زمان و نیاز. مسائل مقطعی حاکمیت. نه ببینید، عرض کردم که جمهوری اسلامی، من عرض کردم سیاست سیاست نظام، سیاست حفظ نسل و نجنگه. یعنی وقتی که تنش زیاد میشه جمهوری اسلامی به طرف صلح یا تنش زدایی میره، وقتی که تنش زدایی به اندازه کافی میشه دیگه نمیخواد به صلح و رابطه برسه، دوباره برمیگرده به طرف تنش. این حفظ، این به اصطلاح تعادل بین تنش و صلح و یا جنگ و صلح و جزء سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. و دولت جمهوری اسلامی هم همیشه در چارچوب این فرمول حاکمیت که باید بین جنگ و صلح مانور بده کار میکنه، با این تفاوت که عرض کردم دولت همیشه تمایل بیشتری به تنش داره تا به جنگ. اون که برای چی؟ برای اینکه گرفتار مسائل روزمره زندگیشون هست و به همین این من چیز جدیدی نیست. ما اگه شما خوب نگاه کنید، حتی آقای احمدی نژاد هم که خیلی رادیکال بود بازم نامه می نویسه به آقای اوباما، تبریک به اوباما میگه، میگه باید بیا هواپیمامونو دوباره مستقیم هواپیما بین تهران و واشنگتن بذاریم. ببین هنوز حتی اون آدم هم که اون همه رادیکاله سعی میکنه که تنش رو کم کنه. 8 سال رئیس جمهور بود آقای احمدی نژاد، 10 بار امریکا اومد. یعنی اینجوریه. حالا من نکته که من دارم اینه که دولت‌ها، رئیس جمهورها همیشه فرق نمی‌کنه احمدی نژاد یا روحانی، سعی کردن تنش‌زدایی کنن، اما نظام آقای خامنه ای به دنبال حفظ انقلابه. در حفظ انقلاب بهترین فرمول براش وضعیت نجنگ و نسلحه. حالا ببینید آقای امیرحمدی، پرسش اینجا مطرح میشه که این دولت حدود قدرتش کجاست؟ آیا میتونه مثلا به عنوان رئیس جمهور تصمیم بگیره که آقا ما، آقای جان کری این مذاکراتی که میشینه صحبت میکنه، ما دعوت میکنیم که بیاین سفارتخونه ها رو باز کنیم. ما یعنی قدرت دولت کجا تموم میشه؟ بارها البته خود آقایون گفتن که دیگه ما سیاست های کلان رو ما آقای رهبر تصمیم میگیره و بگذاریم از اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ممکنه انجمن حسینیه مثلا فرض کنین نارمک هم درش اثر بذاره با حرفایی که میزنن یا کارهایی که میکنن یا هر چه که هست.
بیان بگن مرگ بر آمریکا، کما اینکه در 20 بهمن بهرال حدود قدرت دولت، قدرت متعارف و برای دولت های قدرت متعارفی دارن مشترک کجاست در ایران؟ بله، عرض کنم که جمهوری اسلامی از روز اولی که به دنیا آمد بر اساس تضاد با امریکا به دنیا آمد. مرگ بر امریکا تو ذات این حکومت هست، مبارزه با امریکا، با استکبار تو ذات این حکومت هست، از اونجا زاده شد، با اون زاده شد. بنابراین متاسفانه اون جایره، یک جایره که حتما دولت اختیاری درش نداره، در همین مبارزه با امریکاست. یعنی اینجا چراغ قرمز، اون چیز قرمز، خط قرمز حکومت دولته، دولت نمیتونه این خط قرمز رو بگذره ازش، خط قرمز امریکا. چرا؟ برای اینکه امریکا با انقلاب عجینه، انقلاب و امریکا در واقع دو طرف یه سکن. یعنی اگه امریکا، یعنی منظورتون شعارهایی که در ایران میدن مرگ بر آمریکا؟ بله، ببین اصلا بلا مرگ بر امریکا که این بخش کوچیکشه. نه، یعنی امریکا ستیزی یا اون چی که غرب ستیزی هست، امریکا ستیزی طرف دیگر سکه انقلابه. یعنی انقلاب بدون شوروی هم بود، یعنی میگم مرگ بر من امریکا شوروی مرگ بر هیچ کشوری به این اندازه نبوده، نه چین بوده، نه کوبا بوده، نه شوروی بوده، هیچ کشوری به اندازه ایران، هیچ انقلابی به اندازه جمهوری اسلامی امریکا ستیز نبوده. ببین شما در شوروی یه ایدئولوژی داشتید به نام سوسیالیسم، در با سرمایه‌داری داشت می‌جنگید. شوروی داشت با امریکا نمی‌جنگید. یعنی روسیه و امریکا دشمن نبودن، سوسیالیسم با سرمایه‌داری دشمن بود. حالا حدود، بله اون تفسیر به جای خدا، آی دکتر، این حدود قدرت دولت ایران تا کجاست؟ یعنی وزیر خارجه ایران امروز میشینه در قاهره، من زمان شاهد بودم آقای ولایتی بعد از اینکه با وزیر خارجه مصر به دیدار مبارک رفت، هم موسا بود اون موقع، وقتی بیرون اومد جلسه مطبوعاتی بندم بوده، ایشون اعلام کرد که آقا بله ما مذاکره کردیم و به زودی سفارت های مصر و ایران بازگشایی خواهد شد. وزیر خارجه یک کشوریست، ایشون به تهران نرسیده بودن، مطلب منتشر شد که ایهان کسی هم از ما پرسید، حالا اینجا غریبه نیست که یکی از خبرنگارهای دیگه دوستای ما پرسید که آقا این شدنی است؟ گفتم فکر نمی‌کنم، برای اینکه تصمیم گیرنده ها کسای دیگه هستن، آقای ولایتی نیست. نرسیده به تهران، به قول معروف مانع شدن. یعنی وزیر خارجه این کشور ایران چه قدرتی داره با توجه به وظیفه وزیر خارجه دولت؟ چی؟ بله، من فکر می‌کنم در چند مورد میتونیم بگیم که اینا اختیاری ندارن. مثلا سوریه یکی نمونشه، مصر یه نمونشه، انگلستان و امریکا نمونه دیگشه. یعنی اینا به اصطلاح وضعیت هایی هستن که مستقیما به انقلاب مربوط میشن، به دلایل خیلی زیادی که در 30 چند سال گذشته اتفاق افتاده. و داستان مصر داستان اسرائیله، اینکه هنوز هم همون مشکل انبر صداد رفت. مصر سوریه جزء عمق استراتژیک جمهوری اسلامیه و اصلا بدون سوریه حزب الله میتونه از بین بره. حزب الله هم جزء خانواده جمهوری اسلامیه، میشه ازش جدا بشه. امریکا هم از روز اولش با امریکا زاده شد. انگلستان هم که شیطان به اصطلاح کهنه است و از این حرفا. به هر حال میخوام بگم که یک سری کشورهای هستن، مخصوصا این 4 تا کشور که جزء اصول و جز در چارچوب اصول انقلاب اینا خط قرمز شدن. من فکر کنم خارج از این چارچوب وزارت امور خارجه و دولت آقای روحانی میتونه با همه کشورهای دیگه روابط دوستانه برقرار بکنه یا نکنه، یا روابط سیاسی تجاری برقرار کنه یا نکنه. تفسیر کشور مثلا هیچ کشور لاتین امریکا وجود نداره که در این خط قرمز باشه. هیچ کشور دیگه توی خاورمیانه وجود نداره غیر از اون چند تا کشور. بسیار، یعنی باقی کشورهایی هستن مثلا گینه بیساو و جاهای دیگه، بسیار جاهای مختلف، حتی تو اروپا هم مثلا دیگه بسیار. یا و آلمان تو خط قرمز نیستن مثلا. بسیار خوب، آقای دکتر تقی‌زاده تفسیر شما رو در همین زمین نمیشنویم. ما چالنگی فکر میکنم که وقتی رو صرف میکنیم برای دادن وجهه
یا تعریف متفاوت از یک واقعیت که اون واقعیت وجود یک حاکمیت اقتدارگرا اگر نه دیکتاتوری در ایرانه. یک حکومتی هست که اقتدارگراست، این اقتدارگرایی یا میتونه محدود به فرد باشه یا به یک گروه. در کشورهای سوسیالیستی ما گروه دیدیم حزب کمونیست حاکم بوده بدون دادن اجازه به مردم یا توده ها برای مشارکت در تصمیم گیری اونها. در حکومت های اقتدارگرا مثل ایران فرد سمبل حکومت، معمولا هم همه اختیارات رو میتونه به دست بگیره، البته از عوامل نزدیک به خودش بیشتر حرف شنوی داره. در این مورد آقای خامنه ای از سپاه بیشتر حرف شنوی داره و امنیتی ها، چون به اونها نیاز بیشتری احساس میکنه برای ادامه حکومت خودش تا عوامل دیگه. دولت بخشی از این مجموعه است، تا زمانی که دستورات حاکمیت رو طابق و نعل به نعل عملی میکنه، اجرا میکنه، با اونها همراهن. سیاست ها هم در ظاهر و باطن یکی هستن، ولی تا جایی که این همراهی ادامه پیدا کرده میخوره به سنگ یا به بنبست، یا عواملی در درون دولت سعی میکنن راه های متفاوت در پیش بگیرن یا همراه با رژیم نمیشن، قلم پای اونها رو خرد میکنن. چنان که در زمان آقای خاتمی وزیر کشور او رو به زندان کردن، وزیر ارشاد او رو به زندان کردن، در زمان آقای احمدی نژاد هم که همین نزدیکی بین حکومت دولت وجود داشت، باز ما همین توبیخ ها رو علیه وزیر کشور اون آقای کردان دیدیم که به چه وضعی در مجلس او رو بردن و او رو با بی‌آبرویی از دولت بیرون کردن. دولت یک بخشی از حاکمیت و حدود اختیاراتش جایی تمام میشه که حدود اختیارات بدون نظارت رهبر و دیکتاتوری آغاز میشه. اینها مرز همدیگه هستن. اون جایی که اصلا در این جنبندی وجود نداره، جای منافع ملی است، جای نیازهای مردمه، جای نظارت مردم بر حاکمیته. واقعیت این است که این حکومت همه اختیارات، دارایی ها، مصالح ملی مردم رو به دست گرفته و بدون نظارت مردم به هر کجا که میخواد اون رو میبره، با هر کس که میخواد معامله میکنه، به هر کس که میخواد میبخشه، بدون نظارت با هر کس که میخواد مبادله میکنه. و این برنامه توافق اتمی که آقای دکتر احمدی هم به اون اشاره کردن یکی از اونهاست. 200 میلیارد دلار هزینه میکنن، به جایی میرسن که از اون دیگه نمیتونن جلوتر برن، اون وقت جلوی دهن آقای احمدی نژاد رو میبندن. کسی مثل آقای روحانی رو روانه میدان گفتگو میکنن که با زبان اونها بتونه بهتر صحبت بکنه، زبان انگلیسی بلد باشه، نه مثل آقای احمدی نژاد که در این برخوردهای سیاسی مسخره با رهبران دنیا اون میگفت سلام، ایشون میگفت یه چیز دیگری در پاسخش که موضوع جوک شده بود. آقای ظریف با اون زبان بهتر صحبت میکنه، ولی همچنان مفهومی رو انتقال میده که مفهوم خواسته حکومت. 200 میلیارد دلار رو در مقابل 4 میلیارد دلار مقابله میکنن، موازنه میکنن، تازه اون 4 میلیاردی که میگیرن از جیب خود مردم در میاد، به جیب دیگه ای فرستاده میشه، ولی همینجا جلوی مردم علم میکنن به عنوان پیروزی، عقبگرد پیروزمندانه. خب آقای طرزی نگران باشن آیا مردم در کارشون دخالت میکنن یا نه. مردم اعتراض میکنن که آقا این پول عجیب ما دادی، کجا خرج کردی، و بعدم میگن که آقا این ما نسبت به آینده این مناسبات با آمریکا خوشبین نیستیم. خب این نمونه عملکرد یک دولت اقتدارگراست که مردم ناظر بر اعمال اون نیستن، و این حکومت دولت رو به عنوان ابزار دست خودش مورد استفاده قرار میده، نه ساختاری مجزا از مجموعه حاکمیت یا حکومت. خب شما اشاره کردید به مسئله زبان، یعنی دونستن زبان، امتیاز دونستن زبان، منظور شما آقای روحانی بود یا آقای ظریف رو شد؟ آقای روحانی که شما میدونید چقدر زبان بلده، ما هم میدونیم، اگرچه ایشون دکتراش رو ظاهرا از بریتانیا گرفته، همین شهری که من برای زندگی میکنم، ولی فکر نمی کنم به اندازه یک شاگرد دبیرستانی هم زبان انگلیسی بلد باشه. این نشون میده که این دکترایشون از کجا آمده. آقای ظریف منظورم است که به هر حال به این زبان مسلط، آمریکا درس خونده و میتونه سخنگوی بهتری باشه برای حکومت، برای دولت. این رو آقای دکتر احمدی خیلی خیلی بهتر از من میدونن که با آقای ظریف معاشر بودن. بله دکتر احمدی، امیر احمدی عزیز، نظر شما رو میشنویم در این زمینه که سپاه پاسداران در سیاست خارجی کجاست. امروز روز آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که مسئول بسیاری از عملیات تروریستی شناخته شده،
گفته میشه یکی از تعیین کننده های سیاست خارجی ایران هست. حرف جدیدی هم که ایشون اشاره کرده اینه که منابع نفتی بیشترین منابع نفتی در خاورمیانه در اختیار کشورهای شیعه هست، در اختیار شیعیان هست. مقدمه دونسته شده از برخی از طرف برخی از ناظران برای اقدامات بعدی سیاست خارجی در عرصه قلمروی آقای قاسم سلیمانی. تفسیر شما رو میشنویم آقای امیر احمدی. ببینید سپاه پاسدارا در به اصطلاح سطح انقلاب هستش. سپاه پاسدارا به وجود اومد به عنوان اینکه این انقلاب رو پاسداری کنه، این به وظیفه اصلیشه. به این انقلاب همون چی که عرض کردم یک قسمت داخلی داشت، یعنی مسائل داخل کشور بود، مسائل حکومت اسلامی بود، عرض شود که دموکراسی و توسعه و این حرفا بود. یه بخش دیگرش مبارزه با استکبار جهانی بود، با غرب بود، با امریکا مخصوصا بود. و اون قسمت دوم اون جریان بود که از همون اولش این جریان وجود داشت. حالا بنابراین سپاه با عنوان یه نیرویی که هم باید از انقلاب حمایت کنه، خودش رو دو دسته کرد. یک قسمت از سپاه موظف شد که از انقلاب در درون به اصطلاح حفاظت کنه، و یه دسته دیگه از انقلاب در بیرون حفاظت کنه، که در واقع حفظ انقلاب در بیرون یعنی به اصطلاح گسترش فعالیت‌های سپاه خارج از مرزهای ایران، برای اینکه بتونه دشمن رو پشت مرز ایران نگه داره و نذاره دشمن به طرف انقلاب که داخل کشور هست بیاد. در واقع از همون روز اولش جمهوری اسلامی فرضش همیشه این بوده که یه روزی دشمنش که منظورش امریکاست یک روزی به این انقلاب حمله میکنه، و به همین دلیل برای اینکه این حمله رو بتونه ازش دفاع کنه، یه قسمتش داخل کشور خودش رو قوی کرد، اینا داره رب برد خارج کشور که سپاه قدس رو به وجود آورد. اما سپاه قدس فقط برای حفظ این انقلاب نبود، حفظ گسترش، برای گسترش این انقلاب هم بود. یعنی یکی از تئوری‌هایی هم که تو جمهوری اسلامی وجود داشت این بود که یه انقلاب در اون یک کشور ممکنه زنده نمونه، این انقلاب باید گسترش پیدا بکنه. یعنی با فعالیت‌های اقتصادی، حتی چون الان سپاه معروف شده که بسیار در یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران هست و بسیاری از معاملات نفتی هم داره. اقتصاد یکی از بزرگترین پایه‌های قدرته. البته فقط که تو برای اینکه قدرت داشته باشی فقط که به تفنگ تکیه نمی‌کنی، که مهمترین بخش قدرت اقتصاده. چقدر منظورشون شما اشاره کردید که جلوگیری از نفوذ دشمن هست، یعنی برای جلوگیری از نفوذ یا جنگ یا پچه که هست آمریکا یا بقیه آنچه که دشمن هست، اینی که اسکله‌های آزاد در ایران ساخته بشه و سپاه کالاهایی رو وارد بکنه اونطور که میگن، این چقدر در این امر موثره؟ جلو آمریکا رو میگیره. ببین آمریکا، ایران یک کشوریه که تحت تحریمه، تمام در دروازه‌هاشو بستن، بعد کشوری که تو تحریم، انقلابی که داره خفه میشه، انقلاب جمهوری، انقلاب ایران داره خفه میشه، امریکا دراشو بسته، و بنابراین خیلی طبیعیه اون نیرویی که در جهت حفظش به وجود اومده بیاد و تحریم شکنی بکنه. و یکی از کارهای اساسی سپاه در این 10-15 سال مخصوصا گذشته تحریم شکنی بوده. سپاه تبدیل شد به تجار، به یک به اصطلاح سازمان صادرات و واردات. یعنی میفرمایید آقای بابک زنجانی به این اعتبار میشه طرفشون رو درست تلقی کرد که ایشون یک بسیجی اقتصادی هستن؟ ایشون به هر حال یکی از آدمای خودشون بود که یه ذره به اصطلاح پررو بود و خرم بود، به نظر احمق بود، افتاد تو این تله. بهش گفتن که مثلا این همه طلا رو ببر ترکیه بفروش پولشو بگیر، این نفت رو ببر بفروش پولشو بگیر، بعد اینا رو بیار به ما بده. بعد خب این بعضی از اینا رو داد، بعضی رو هم نداد، به هر حال گرفتار افتاده. متاسفانه توی جمهوری اسلامی تجار بسیار بسیار زیادی هستن که توی این تله هستن. هم اکنون ما ده ها زنجانی داریم، فقط این زنجانی تنها نیست، نیروهای هستن، ایرانی های هستن، تجاری هستن
که از وزارت امور وزارت نفت نفت میگیرن، توی منطقه میفروشن، طلا میگیرن، میرن توی این ور اون ور میفروشن، پول میگیرن. ببین حکومتیه که تو تحریمه و داره به هر قیمتی شده داره میخواد زنده بمونه. بله سپاه قدس رو میفرمودید، اگه به طور خلاصه بفرمایید پس وظیفش در جهت مساله حفظ نظام بوده، اسکله‌های آزاد، ترورهایی که در خارج کرده. بله عرض کردم که وظیفه سپاه حفظ نظام هم در داخل و هم بیرون بود، اما اون نیروی قدسی که به وجود اومد یادتون باشه فقط حفظ این نبود که این نظام رو داخل ایران حفظ کنه، بلکه این نظام رو در خارج ایران هم حفظ کنه. یعنی چی؟ یعنی معمولا تئوری این بود که یه انقلاب درون یک کشور نمیتونه زنده بمونه، باید انقلابات دیگری، همون صادرات انقلاب در جاهای دیگه اتفاق بیفته. بنابراین قدس یکی از وظایفش این شد که به برابر همون قانون انقلابی که داشتیم که به نیروهای مستضعف دنیا، به مبارزین مخالف امریکا و اسرائیل اینا در خارج از ایران در منطقه حمایت کنه، مثلا حزب الله حمایت کنه، از جهاد اسلامی حمایت کنه، از داعش اخیرا هم گفته میشه حمایت میکنه. در واقع از داعش دقیقاً به این معناش این بود که سپاه خودشو گسترش داد به عنوان قدس در خارج ایران. بسیار اون به اصطلاح عمق راهبردی جمهوری اسلامی رو به وجود بیاره، اون عمق راهبردی هم عمقیه که درش ایران امریکا نتونه جلوتر از مرزهای ایران وارد بشه. بسیار خوب. شنیدید آقای فرمایشتون تموم شد آقای امیرحمدی؟ فرمایشتون تموم شد یعنی صدا بفرمایید. خواهش میکنم آقای تقی‌زاده، شنیدید آنچه که گفتن درباره سپاه قدس، نقششون در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، همه اینها برای حفظ انقلاب بوده، برای بیرون از مرزها که آمریکا و دشمنان داخل نشن، حتی اسکله های آزادی که سپاه و نقشی که در اقتصاد ایران داره، بخشی از مقابله با جنگ اقتصادی یا تحریم‌های اقتصادی، حرفی که و سخن آقای امیرحمدی. تفسیر شما میشه این استدلال‌ها برای توجیه عملکرد حکومت جمهوری اسلامی است که یک حکومت اقتدارگرا در بهترین شکل، یک حکومت دیکتاتوری بدون نظارت در بدترین شکلشه. ما از واژه انقلاب آقای چارلنگی نمیتونیم استفاده بکنیم برای عرضه یک تعریف واحد بدون استفاده از پسوندهای نظیر انقلاب سوسیالیستی، انقلاب کمونیستی، انقلاب اسلامی که مال ما انقلاب اسلامیه ظاهرا. اون چیزی که در ایران بلایی که در 35 سال گذشته بر سر مردم نازل آمده، ما همچنان تلاش میکنیم به نوعی توجیهش کنیم، پسوندش اسلامی است. ما ببینیم جامعه‌ای که این انقلاب انقلابیش کرده و اسلامیش کرده چقدر در جهت اسلامی شدن تغییر کرده. واقعا ما ساختارهای اجتماعیمون، فرهنگیمون، سیاسیمون در طول 35 سال گذشته اسلامی شده. چه چیزی رو باید به منطقه ببریم، به مردم دیگه در کشورهای سوریه، عراق، افغانستان بفروشیم که اون رو از ما بخرن؟ آیا این حکومت و این مردم و کشور ما به تبع همین حکومت منفورترین کشور منطقه نیست؟ آیا همه این آمارهایی که در طول سال رسانه‌های مستقل میگیرن و کشورهای منفور دنیا رو معرفی میکنن، ما در رقابت با اسرائیل نیستیم؟ دو طرز فکر کاملا متضاد که با هم دیگه میجنگن و آقای امیراحمدی شاید به عمد یا به سهو از اشاره به اون دشمن انقلاب پرهیز میکنن، فقط آمریکا رو معرفی میکنن، ولی این دوتا به عنوان منفورترین کشورهای منطقه همچنان نزد افکار عمومی دارای رتبه واحد هستن. کجای این جامعه اسلامی شده؟ آیا تعداد فحشا، عمق فساد اداری، میزان گرفتن و دادن رشوه، بالا بودن تعداد بیکارها، میزان اعتیاد، کدوم یکی از اینها رنگ اسلامی داره که ما همچنان دو دستی به انقلاب بچسبیم؟ بگیم آقا اونی که انجام گرفته انقلاب بوده، 35 سال هم هست که انقلاب ادامه داره، حالا این انقلاب یعنی یک حکومت مقتدر بدون نظارت فاسد برای حفظ خودش مرزبندی هایی رو ایجاد میکنه، یک مشت زورگو رو هم به عنوان سپاه اجیر کرده و اینها رو تجهیز میکنه، تغذیه میکنه برای حفظ موجودیت خودش، چون میخواد مرزهای دفاع از خودش رو دورتر از خودش نگه داره. خب به کشور سوریه میره، به اونها همه اموال مردمی که باید در داخل خرج بشه میبخشه برای اینکه بتونه مرز دفاعی خودش رو از مرزهای نزدیک به خودش دورتر نگه داره. همین اقدامات رو به صورت ایزایی در عراق کرده،
همین اقدامات رو به صورت ایزایی در افغانستان کرده. سیاست خارجی حاکمیت جمهوری اسلامی در سوریه، عراق، در افغانستان سپاه تعیین میکنه و نه دولت که به این پیچیدگی ها آشنا نیست. سیاست خارجی حاکمیت جمهوری اسلامی رو سپاه در آمریکای جنوبی تعیین میکنه و نه دولت. همین سیاست رو در کشورهای آفریقایی زمانی که دولت امکان مالی بهتر داشت در 8 ساله دولت احمدی نژاد باز سپاه هدایت میکرد. اشکالش چیه آقای تغیزاده؟ اشکالش چیه؟ فرمانده ستاد رو داشت. در همین جهت ما قضیه رو یک جوری جلوه میدیم که فکر کنیم واقعا در ایران انقلابی صورت گرفته و این انقلاب است که با تعریف‌های قراردادی از انقلاب به دنبال حفظ خودشه. نه خیر، یک حکومت زورگوی فاسده که برای دفاع از خودش عوامل زور رو اختیار کرده و به دور از نظارت مردم برای خودش ترتیباتی رو اتخاذ میکنه که دولت وقت مأمور اجرای اون هست. خب ببینید اشکالش چیه اگه سیاست خارجی رو مثلا به جای وزارت خارجه حکومت ولایت فقیه در ایران سپاه تعیین کنه در یه بخشای جان. اشکالش اینه که یکی اینه آقای تغیزاده، چون من سوالم آقای بفرمایید، حکومت جمهوری اسلامی یک هویت متضاد رو عرضه کرده. اگر که این مشکل هویت رو نمی داشت، متظاهر به جمهوری نبود، متظاهر به دموکراتیک بودن نبود، متظاهر به رأی مردم نبود، متظاهر به نظارت مردم نبود، میتونست همون کاری رو انجام بده که شما توصیه میکنید. در عمل هم همین کاری میکنه، ولی به علت داشتن مشکل هویت با این مسئله اجتماعی، مسئله شخصی روبروز که در پنهان کاری رو داره انجام میده که با هویت معرفی شدهش به عنوان جمهوری در تضاد بین علت کارها رو به دولت واگذار میکنه، ولی در عمل وسیله تصمیم گیری رو در درون نیروهای سپاه جستجو میکنه. خب این رو من اضافه کنم به عنوان خبر که سپاه قدس متهم هست به ترورهای ایرانیان، گروهی از ایرانیان مخالف حکومت ایران، همینطور به عملیات تروریستی در ارتباط با حفاظت از دولت و حکومت عراق، یعنی دولت نوری المالکی، و در جاهای دیگه در لبنان و جاهای دیگه سپاه قدس. این اخباری بود. یک نکته رو شما بی پاسخ گذاشتید، بنابراین میتونیم تلقی کنیم شما نیز حرف آقای امیر احمدی رو، آقای دکتر امیر احمدی تایید میکنید که ایشون درباره اسکله‌های آزادی که گفته میشه سپاه پاسداران کالا وارد ایران میکنه برای دفاع اقتصادی هست، برای اینکه تحت تحریم هستیم، در این زمینه نظرتون رو جویا میشیم آقای طرزاد. سپاه بخشی از امکاناتش رو طبیعتا از دولت میگیره، برای اینکه ظاهرا پول رو تا 8 سال پیش از راه فروش نفت در اختیار دولت میگذاشتن و دولت این سهمیه ها رو تقسیم میکرد، ولی ابتدا وزارت اطلاعات و بعد سپاه پاسداران به خصوص در طول 8 سال گذشته حتی وزارت نفت رو هم قبضه کردن، به غیر از قرارگاهی که تمام به عنوان قرارگاه خاتم الانبیا همه قراردادهای نفتی رو امضا میکرد و اجرا میکرد و از این لحاظ یک مسیر تازه‌ای برای تامین نیازهای خودش برای خودش فراهم کرد. ولی همونطور که آقای دکتر امیر احمدی به درستی اشاره کردن، اونها تدریجا مجاری مستقل مرتبط با خودشون رو از قاچاق مواد مخدر تا واردات قاچاق کالا و انحصار در بخشی از این واردات و صادرات، مثلا واردات طلا، واردات چای، صادرات نفت، صادرات محموله های نفتی رو در انحصار خودشون گرفتن. همین امروز رفتن آقای روحانی به وزارت نفت یکی از اخبار حاشیه‌ایش این بود که با راندخاری و دادن امتیازهای فروش نفت مقابله بکنن. مسئله این است که یک نوع رقابت در درون حکومت بین سپاه و دولت در آن وجود داره که هر کدوم برای توسعه منطقه نفوذ خودشون تلاش بیشتری میکنن. آدمهایی که از این راه به صورت فردی هم منتفع میشن و حالا این دو حوزه رقابتی در کنار همدیگه قرار گرفتن، به گریبان همدیگه افتادن و همدیگه رو به هر حال مورد انتقاد قرار میدن. ولی در مجموع کاری که سپاه انجام میده یک تعداد از افراد وابسته به سپاه رو منتفع میکنه، ولی در کنارش اون که تعقیب میکنه یا حداقل مدعیش هست این است که ما از این راه میخوایم حکومت رو یا نظام رو و یا انقلاب رو ازش حمایت بکنیم. آقای دکتر امین احمدی اشاره کردن به رفتن آقای روحانی به وزارت نفت که این خبر رو هم متاسفانه ما داشتیم، یکی از کارکنان شرکت نفت که از جنوب اومده بود برای دادخواهی یا مطالباتی داشت قطعا و به حدی رسیده بود که
دست به اقدامی زد، نوعی خودکشی، خودسوزی. خوشبختانه همزمان با ورود آقای روحانی به ساختمان وزارت نفت، این خبری است که خبرگزاری‌های داخلی، رسانه‌های خبری داخلی و بعد چند خبرگزاری خارجی نیز منتشر کردند. در هنگام ورود آقای روحانی یا پس از اون بود، هنگامی که حضور داشت آقای روحانی در ساختمان نفت، من کلمه خوشبختانه رأی به کار بردم، خوشبختانه این فرد از این جهان نرفت و در حال درمان هست که امیدواریم بمانه در این جهان و مسائلش حل بشه. آقای زنگنه هم گفته که ما دیگه نفت به دلال ها نخواهیم داد. آنچه رو که آقای زنگنه گفته و آنچه رو که آقای تغیزاده اشاره کردن، جدال هست بر سر نفت بین وزارت نفت، دولت و سپاه. تا چه اندازه باز تا به واقعیت هست این سخن آقای دکتر امیر احمدی؟ بله، اولا که دو تا نکته رو بگم. یکی مسئله انقلابه. ببین، من بحث انقلاب اسلامی رو نکردم، من بحث انقلاب رو میکنم. این انقلاب با انقلاب اسلامی متفاوته. تو ایران یه انقلاب شد، انقلاب مردم ایران بود به ایران، یعنی این انقلاب اصلا قرار نبود اولش اسلامی باشه و بعد خب نیروهای اسلامی میدونی کنترل انقلاب رو گرفتن و ازش انقلاب اسلامی ساختن و مسیر رو عوض کردن. من اجازه میفرمایید آقای دکتر امیر احمدی، ببینید انقلاب ایران سه شعار داشت: استقلال، آزادی. این دو شعار راجبش بحث نمی‌کنم. سومین شعارش این بود جمهوری اسلامی. این سه شعار عمده بود. ولی نمی‌تونم بفرمایید. شعار جمهوری اسلامی بعداً وارد میدون شد، اولش اصلا واقعاً این نبود. یعنی شما وقتی که از 70 اواخر 77 که به صورت 5 چیز مثلا 57 وقتی که وارد جریان انقلابی ایران میشه، چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نداره. اولش مشروطه خواهی بود. نکتم اون نیست. نکتم اینه که یه انقلابی تو ایران شد که بعد این انقلاب شکل اسلامی به خودش گرفت و مردم هم اگر دنبال اسلام افتادن به خاطر اینکه فکر میکردن اسلام اون چیزیه که میدونیم خودشون همه چیز اون چیزایی رو که امیال و آرزوهایی که داشتن و توش میبینن، آزادی، دموکراسی، توسعه، نمیدونم یه زندگی خوب، استقلال، فلان و اینا. به حال میخوام بگم که ما هدف مردم ایران این نبود که از این انقلاب استفاده کنن و ایران رو اسلامی کنن، اسلامی تر بکنن. این حکومت اسلامی بود که بعدها سعی کرد ایران رو اسلامیزه بکنه، یعنی اسلامی تر بکنه، که همونجوری که آقای تغیزاده هم گفتن شکست خورده سر اون جریان و نتونسته، برای اینکه مردم ایران لازم نبود که اسلامی تر بشن. مردم مسلمان یعنی هنوزم هستن و چیز خاصی هم نداره. و اما در رابطه با این جریان شرکت نفت، سپاه و دولت، ببینید شرکت نفت متاسفانه از سالها، زمان شاه تا الان، چارگ حیاتی اقتصاد کشور شده. میگم متاسفانه، برای اینکه ایران یک کشور بسیار ثروتمندیه و لازم نبود اینجوری باشه و به هر حال این اتفاق افتاد. این اتفاق از دهه 70، اوایل دهه 70 این اتفاق افتاد. وقتمون، ببینید دکتر امین احمدی، به من الان وقتمون رو به اتمام از این کوتاه بفهمید. این اختلاف پاسداران و وزارت نفت، اونطور که آقای تغیزاده میگه، این دو تا تارشه نفت، امیدواریم در برنامه مفصل در خدمتتون باشیم. این اختلاف از کجا میاد؟ هست، نیست؟ اینو به طور کوتاه یک دقیقه، کمتر از دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید. خیلی ساده، وزارت نفت بعد از تا وقتی که تحریم ها روی نفت نبود خب کار داشت میکرد، بد نبود. وقتی که تحریم ها شدن، وزارت نفت نتونست پشت سر تحریم ها وایسته و نتونست مقابله کنه. سپاه وارد این میدون شد و از اونجا، خب وقتی که سپاه وارد این میدون شد، اون اتوریتی و قدرت وزارت نفت رو ازش گرفته شد مقدار زیادی. سر اینکه کی وزیر نفت بشه دعواهای شدیدی شد. تمام دعواها برای این بود که، فکر این بود که وزارت نفت باید بتونه نفت بفروشه، ولی این وزارت نفت داره نمیتونه بفروشه به اون به اصطلاح قابلیت هایی رو که در مقابل این تحریم ها و این دنیایی که تحریم توش هست باعث نداره. به همین دلیل هم سپاه هرچی بیشتر سعی کرد کنترل وزارت نفت رو بگیره. بسیار
من چون صحبت انقلاب شد و صحبت آقای زیبا کلام، آقای تقی‌زاده این رو از ایشون من نقل کنم. تو صحبتی که داشتن گفته میگه ایشون که من در گذشته تضاد مبارزه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با غرب رو متأثر از میراثی که از جریان چپ مارکسیستی به جریان انقلابی رسیده بود میدانستم، اما الان معتقد هستم ستیز جمهوری اسلامی با غرب از جایی بود که مسلمانان انقلابی در سال 58 جا پای مارکسیست ها گذاشتند و همان باورهای آنان را مسلمانان انقلابی پذیرفتند. کمتر از یک دقیقه وقت داریم آقای تقی‌زاده. آقای شلنگی این هم خودش هم یک حرف بدیه، برای اینکه این آقایون مذهبی مثل آقای زیبا کلام برای اینکه جنبش چپ و مترقی ایران رو تو سرشون بزنن، بلافاصله هر کی هم که توی ایران بعد از اونها و با اسلامی ها اتفاق افتاده رو میندازن به پای اونا. من اجازه بفرمایید چون آقای زیبا کلام در برنامه ما نیستند، امیدواریم در برنامه باشن، ایشون مشکلی برایشون بودنش در برنامه ما ایجاد نکنه. جنبش چپ خب به هر حال به غرب ستیزی بسیار معروف است، ایشون هم حرفی غیر از این نزدن، گفتن جریان چپ، جریان مارکسیستی چپ تونسته اثر بذاره، ولی حتی میگه بعدها چپ مذهبی هم خودش اصلا همون باورها رو قبول داشت. یعنی نطفه غرب ستیزی رو ایشون راجبش صحبت میکنه. امیدواریم که خود ایشون در برنامه باشن بیشتر توضیح بدن. برای اطلاع من اینو مطرح کردم. آقای تقی‌زاده صحبت شما میشه. من توضیح زیادی ندارم، فقط برای کسانی که این گمانه رو در ذهن خودشون دارن یا کسانی که سعی میکنن این گمانه رو در ذهن مردم ایجاد بکنن که دولت آقای روحانی دولتی است متحول و متفاوت با حاکمیت جمهوری اسلامی و خط مشی جداگانه‌ای را عرضه میکنه و در جهت نزدیکتر شدن به خواسته های مردم یا نیازهای ملی هست، این رو از نظر خودم اصلاح بکنم. حاکمیت جمهوری اسلامی دوچار مشکل تعریف، دوچار مشکل هویت و زمانی به واقعیت خودش برمیگرده که اتحاد روحانیون یا آخوندها و نظامیها رو علنی تر بکنه. دولت رو به عنوان گزینه میانه یا گزینه متظاهر یا ظرف خارجی از خودش دور بکنه. این اقدام در زمان دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفت و در نتیجه دیدیم بیش از 70% استاندارها، بیش از 65% نمایندگان مجلس کسانی بودند که با سپاه یا همکاری داشتن یا عضویت گذشته اون داشتن. حالا در زمینه سیاست خارجی و اقتصاد هم سپاه دست بالا رو از دولت گرفته. زمانی حکومت جمهوری اسلامی به اتفاق میرسه و شاید قابلیت دفاع بیشتر پیدا بکنه که هویت خودش رو روشن بکنه و آخوند و نظامی دست در دست هم تعریف تازه‌ای از حاکمیت به دست مردم بدن و مردم رو و دولت رو به عنوان متظاهر نزدیکی به مردم از گردونه قدرت خارج بکنه. بله سپاسگزار هستیم آقای تقی‌زاده عزیز در نیوکاسل، سپاسگزار هستیم آقای دکتر امیر احمدی در نیویورک و آقای دکتر تقی‌زاده در نیوکاسل انگلستان. با سپاس بسیار، امیدواریم این بحث و تفسیرهای دو کارشناس در مسائل اقتصاد بین الملل، مسائل نفت و سیاست بین الملل در برنامه های آینده نیز دنبال کنیم هر دوشنبه. با سپاسی دوباره از مهمانان گرامی برنامه. و ما خبر دیگری که داریم این هستش که آقای رسول بداغی، آموزگار نازنین ایرانی که زندانی هست، و آقای شاهرخ زمانی، هر دوی اینها به زندان انفرادی منتقل شدند. با امید به روزی که زندانیان سیاسی در ایران، زندانی سیاسی وجود نداشته باشه و در هیچ کجای جهان هیچ کس به خاطر فکر و افکارش. آقای رسول بداغی معلم شریف، مثل همه معلمین ایرانی از البته بیماری‌های مختلفی هم رنج میبره، برای ایشون آرزوی تندرستی داره. و ما در این برنامه ما همینجا از کسانی که نام برده میشه در برنامه تفسیر خبر دعوت میکنیم، چون از آقای زیبا کلام هم نام برده شد، در برنامه باشن، صحبتایی که دارن در زمینه‌ای که اشاره شد به گفته‌هاشون اگر سخنی هست ما میشنویم بدون هیچ سانسوری، و امیدواریم که
روزی آزادی بیان این مجال رو به همه در ایران بده که سخنان و نظرات خودشونو مطرح کنن با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری و کوهساران، دراک، زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.